خوش آمدید به دیدبان مریم افشنگ هستم در مورد مطبوعات این هفته از باستاب اعتراضات گسترده در فرانسه خواهیم گفت تا بودجه سال آینده در ایران و البته گفتگو بر سر دو شرخ سواری شهردار جدید تهران سلام های بهنود، هفته گذشته آه مطبوعات اهل هنر احمد آه رضا دالوند را از دست دادن بله دو هفته پیش که بیمار بود صحبت کردیم راجع به احمرزا ولی تنها فکری که نمی کردیم یا من نمی کردم این استش که به این زودی اتفاق بیفته ولی اتفاق افتادی یه خیلی بزرگی استش باید به دخترش آبی تسلیت گفت واقعا خیلی چیز بوده یه نوار کوچیکی فرستاده بود که چند ساعتی قبل از مرگش بود خیلی باعث تأثیر بود اینو بگم که وقتی که وارد صحنه شد وارد سحنه مطبق و جدی موقعی بودش که توکای نیستانی رفت سروازی حالا شما توکای اون موقع رو سه سال پیش در نظر بیارین که باریک و بلند و خوش چهره مودار و یه روز اومد با خودش یه توپلی رو آورد گفت من دارم میرم سربازی این توپل جای من اون توپل داروند بود و از اینجا شروع شد و در همه این سالها خوب بود و می میکرد و ما هم بودیم و واقعا واقعا میتونم بگم که خیلی هنرمند خوبی رو مطبوعات دست داد بله و کلی روزنامه ازش خاطرات خوب دارن وارد دنیای سیاست بشیم با روزنامه ایران و دخل و خرج 98 که داره اشاره میکنه به بودجه سال 98 بلکه بودجه اصلا اونطوری نبودش که بعضیا تصور میکردن و حال پیداست که دولت رو به کاملا بودجه تحریمی نوشته شده تعارفاتش کمه گرچه هنوز کسانی هستن که ایراد دارن که بخشایی از بودجه هست که بودجه میگیرن و به سر اونجا کد دارند و اونها رو غیر لازم میدونند که این همه دستگاه به عنوان دستگاه فرهنگی کشور اینا ولی به هر حال اونها رو هم سر هم بذاریم تغییر خیلی اساسی ایجاد نمیکنه یه مطلبی هم این زیر داره از حمید رضا ابک همونطور که اشاره کردیم به دوچرخه سواری آقای حناچی بله تیترش هست فرمان ایست به حیولا چیزی که آقای عبک اینجا میگه حالا وسط های مقاله هست میگه یه نفر میخواد یادآوری کنه شهر مال آدم هاست نماشین ها و ساختمان ها آن هم مال تمام آدم هایی که در اون زندگی میکنند بعد میگه اشتباه میکنه او که هنوز سرجم دو ساعت هم حرف نزده نمیخواهید به او فرصت بدهید نمیخواهید سخنش را بشنوید در یه جوری داره حمایت میکنه از کاری که آقای هرناچی کرده آقا این ضرورتی هم که باعث شده که اون بعد از نزدیک 20 سال که نمینوشت اولکه اول که یکی از خوشنصرترین نویسندگان روزنامه‌های ایرانه 20 سال البته کمتره کمتر شده بله دیگه یعنی مثلا ولی... فکر کنم 10 ساله نمی نویسه شاید هم 12 حتا... سال نمی یعنی حالا اینکه شکنده به خاطر اینکه یه اتفاق غریبی افتاد این اتفاق که بیشتر الان نخواسته دنیا نخواسته کانادا نخواسته فرانسه پری روز اینا به حال برای اینکه به مردم یاد بدن که بسیار کمک بکنن حوالو دیگهش کم شه با دوچرخه میرن و غیرم ترغیب میکنن بیان بعد یه وقتی که به تهران رسید یهو یه بعد یا یه, و... یه, و... یه تعبیر دیگه ای ازش کردن از جمله نامه آقای کربازچی به نظر خیلی یا خیلی تند اومد ایشون خیلی تعریف کرده از آقای یعنی انچی و یادآور شد که او اصلا درس همین کار خونده در همونجا بزرگ شده و همه این حسناش رو برشمرد ولی در این حال ازش خواست که اه... کاره پوپولیستی نکنه که اشاره به همین دو شخص نبود زاهرن. در این مقاله اول داره در حقیقت یه نوعی داره جواب یه جوری انتقاد ها زیاد بود در آره. یه سری انتقاد کردن یه سری موافق بودن بود در میده بعدا آقای عبدی هم وارد این صحنه شد که حالا در آخرین آخر روز میگم بریم روزنامه کیهان رو ببینیم که تیتر خب مثل همیشه عجیب روزنامه کیهان طوفان جلیقه زردها در فرانسه پلیس ارتش وحشیانه به جان معترضان افتادند بله بله دیگه یعنی وقتی که یک جناح به خصوص این حرف رو میزنه البته این ماجرا هم در همه روزنامه های دنیا منعکس پولیس فرانسه خشونت به خرج داد بله, بله تلویزیونهای دنیا همه خبر اولیشونه به هر حال یه هفته است که همه خود فرانسوی که هیچی همه دنیا هست بنابراین ایرادی نداره که صفحه اول یه روزنامه میاد و بیشتر روزهای هفته رو جناح تند رو با این پوشوند ولی این همه توجه کردن به خصوص اون تیتر پلیس و ارتش وحشیانه به جان مردم آدم ها به فکر این میندازه که مبادا یه تفکری وجود داره که میخواد حرکات قبلی خودش رو توجیه کنه بله اه... یه يت... کنار همه چیزی میبینید گزارشی نوشته اون هم همچین حرفی ظلم بزرگ دولت به سه هزار دانشجو بورسیه این داستان برمیگرده به اولین یا دومی سال ریاست جمهوری آقای روحانی که اگر اشتماع هم زمانی که آقای فرجی دانا معرفی شد برای وزارت علوم این بحث پیش اومد که یکی از جاهایی که باید دید و خیلی حیات خلوت ریاست جمهوری بوده آقای دانشجو هم بنز کافی اونجا موثر بوده این بورسیه هاست و برای رفتن پرونده بورسیه ها رو بررسی کردن و رسیدن به اینکه تعداد خیلی زیادی هستند که بدون گذراندن شرایط بدون داشتن نمره بر اساس روابط فامیلی گروهی جایی رفتن این موج عظیمی را انداخت و خیلی مطلب که خوب این کار روی جوری جلوش رو گرفت و اینا در اول کار موقع که را میافتاد افتاد جناه کیهان و بقیه نیومدن پشت داستان حق هم داشتن چون خیلی نشونه های بدی بود مردم طبیعی بود که قبول نمی ولی یواش یواش معمول با سروات و جلوگیری از وزیر رو می چهار تا وزیر عوض شد سه تا یا چهار تا تا بالاخره به وزیر فعلی رسیده است فشار آوردن و وزارتخونه اینا یه کاری کردن که اون حرفی که اول زده میشد نشه البته اون حرف هم شاید عملی نبود که سه هزار تا ایری که الان در دنیا هستن شما برگردونیم بیارین به ایران به که که حالا مثلا چند سال پیش بهشون رعایت شده یا پارتی بازی شده یا هرچی حالا ایشون میگه که الان موقعشه که ما اون ظلم بزرگ دولت به سه هزار دانشجوی بورسیه رو بیاریم مدیرا رو محاکمه کنیم یعنی اونایی که رفتن اون فهرست در آوردن که هم میگه ما اسم این بچه هم گذاشته نخبگان بله بریم روزنامه بعدی روزنامه شهروند هست شهروند خب به مسائل مختلف روز سیاسی و عرضشی. اینا همه با نگاه مردمی نگاه میکنه در دور جدید خودش ولی این کنار خبری بود که ما از مدتی پیش داشتیم که آقای فروزان آصف که روزنامه نگار خیلی خوبی بود دیگه یواش یواش باید گفت قدیمی هم بود قدیمی هم شده بود او رفته است به گرگان و در اونجا یک کیوسک مطبوعاتی باز کرده و روزا میره پشت کیوسک مطبوعاتی میسته این کار کار چیزی نیست شو کار عجیبه برای نیست. من تلخ خود این داستان آره آره یعنی نه، این بس اینکه در چه جهت نگاش کنیم اولا دور شدن از آلودگی تهران رفتن توی بهشت گرگان بعدم در شرایطی که واقعا کار به افرادی شبیه ایشون تنگ شده بود در تهران یعنی میشه فهمید و همچنین نیستش که خیلی بازار مطبوعات هم در رونق باشه و زندگیشون در تهران تأمین شده باشه که نکنه نه, نه خب هم از همین نظر میگم یعنی اینکه روزنامه نگاری به نظر من بعد از یه مدتی دیگه میشه یه اعتیادی که آدم نمیتونه ازش به راحتی دل بکنه مم. و اینکه یکی مجبور بشه همه چی رو بذاره حتی اگه بره تو بهشتم زندگی کنه خب عجیبه دیگه شوخی معروفی داره مسعود کیمیایی گفته بود از موقعی که فیلم نمی‌سازم نمی‌دونم چرا صبح صبح دم سینما پیدا میشه ولی خوبی این اینه که این مصاحبه که کرده آقای نخایی توضیح میدن که در واقع چه کارهایی کردن بله و از تمام فعالیت های حرفه ایشون هم توضیح میدن از کجا شروع شده و چطور و چطور نبوده یه توی تیتر بالای روزنامه به نظر من اشتباهی هم میرسه میگه در کیوسک کار میکند که اینطور نیست این کیوسک به حال مال, مال, مال خودشونه عالی خب بریم روزنامه قانون رو ببینیم با عکس آقای قالیباف و رئیسی روی گزارش کرد چه گزارش خیلی محکمی نبود گزارش که در همی عنوان راه برده سرهنگ و یار خراسانی نوشته شد ولی عکس جالبی بود در صفحه اول ایاتون باشه هفته پیش من عرض کردم یه اتفاقات زیر پوست سیاسی داره میافته که میشه ازش تعبیر کرد به شروع کمپین انتخاباتی از این حرفا یا جریان و در مورد روزنامه رسالت عرض کردم به حال اون بخش داره فعال میشه روزنامه آخر رو ببینیم روزنامه همشهری حالا اون چیزی که همین... در مورد مقاله های اوک گفتیم اینجا تصویر اصلی است شنبه این هفته اون دو شقه سواری تکرار شد سشنبه های بدون خود نام با... شده و اینجا هم شهردار هستش و بعضی از مدیرانش که دارم میان این کنار هم گزارشی از تشتی جنازه دالوند ما مرد درد کشید و رفت اون دست راست هم شما زاد زادروز شامروز پس بنابراین داریم درباره همشهری به عنوان یک روزنامه ای که یه ذره بیشتر از یه ذره نسبت به دولت آقای احمدی در اون دوره عوض شد یعنی که عکس در حالا حتی اگه خیلی هم کوچک از شاملو میاد روی صفحه که درست شده خوبه گزارش که از تش جنازه درست کرده گزارش شده نسبت هم است به حال توجهش به مسائل مردمی و مسائل جوانها ها دانشجو اینا بیشتر شده همشهری بله بریم برگزیده ها رو ببینیم مجله آوردن به نام پلخمون تلخمون نمیدونم شده هم همون که شما میگه درست میشه پلخمون په به خدا پلخمون دیگه پلخ... آخه شما بسید تلخمون نه من من فکر گرم پلخمونه نه پلخمونه همون که شما میگه بی خود چیزی که هم نمیدونم میگم یا نه تفاهم کنیم یعنی بله این روز دانش مشهد آره تو مشهد منتشر میشه و حالا علاوه بر اینکه سردبیر این تر هم که دارید میبینید خودش کشیده این مهمترین موضوع این استش که سردویر و بقیه مشهدی و ساکن مشهد ولی مجله به طور کلی اینطوری نیستش که محروم است از تنزنویس های تهران و شمال و جنوب و این ورمورد ظاهرا بر اساس روابط شخصی با سردبیر، شده یک فهرست کاملی ببینی که خیلی شبیه مجله تهران میکنه تش. همین پایین صفحه هم که الان مشهود نیستش به عنوان نمونه تنزی خوندم در همین صفحه اول که راجع به روز دانشجو و حوادث سه هفته گذشته و اشاراتی به اعتصاب ها و فلاینا بود اینجا اصلا نشد جشن شاد روز دانشجو با حضور هنرمندان مردمی آره. گیش دیری دید دید ماشالله آره هنرمندان مردمی خب اما حالا که اومدیم به شهرستان و مجله تنز دیدیم چون یک دو هفته پیش مال اصفهان هم دیده بودیم بریم یه شهر دیگر هم ببینیم بود پنجم بود پنجم جهرم منتشر میشه ایاتون باشه یه مرتبه رو معرفی کرده بودیم این کادر که دارید میبینید که سوجش پیداست چیه فقر است فقر تحصیل کرده هست و البته یا ثروت یا ژن خوب این موضوع رو اصولا بحث گرفته البته وقتی که یک تش... ای مجله تنزی به این موضوع نزدیک میشه آدم از پیش حدس میزنه چی داره پیش میاد آدم داره از پیش حدس میزنه که جوابش به حال علمی نیست به حال با یک شرایطی جوابش همون ثروته و این فعلا دل دل قدیمی من اینطوری که میبینم یه دوزی رو کشیده که بلد. یه کوله باری داره و... با... یا درس بخونی با فقر و اینا یا اینکه داستان دیگه بعض از مرز هم خارج میشی بود پنجم دیگه در بود پنجم داره میبینیم خب ماهنامه یه تنز و کارتون خط خطی رو ببینیم اما خط خطی خب به حال نشریه البته اون دوتا هم تو تهران منتشر میشند اینطوری نیستش که منتشر نشند ولی به حال خط خطی به هر حال نشریه تنز عمومی کشور تو تهران منتشر میشه و چهره های شناخته شده از جمله این کارتون مهدی عزیزی رو ببینین روز دانشجوه مهدی عزیزی کشیده داره شلیک میکنه و هم سر خودشو میزنه یه مطلبی هم راجع به همین مو موضوع نوشته بود اینجا توی تنز نیوزش اونجایی که خبرهای تنز رو میده توجه می که در گذشت علیرضا رضایی رو هم منعکس کرده اینجا یه خبر دیگه هم میده که کوروش ملکپور مدیر هنری ماهنامه خط خطی به دیار باقی شتاف جوان انقدر و چرا ما این خبر رو خورده ایم از موضوع نمیدونم ولی به هر حال ما داریم درباره یک نشریه جدی تنز صحبت میکنیم که گرجه تنزه و برای تنز جدی بودن ممکن صفت خوبی نباشه ولی به هر حال مهم این که نشریه است که این طرح درم بخش رو هم ببینید طرح روی جلد هم جالبه باز داره اشاره میکنه به همین داستان صحبت آقای ظریف در مورد پولشویی در ایران و این آقای ماشین لباسشویی رو باز کرده میگه که اگه پول مول تو بساطت هست بده برات بشورم بشوره. بریم سراغ مجلات و اندیشه پویا ماشاءالله این مجله واقعا پروپیمونه هیچ آدم معمولاً، ممیتونم. معمولا اینطوریه و معمولا من ریز. این قرو میزنم ولی شما هم قبول نمی کنید. اما این شماره حق با شماست این شماره از شماره معمول خودش هم جسورتر و در این حال حال یکی در میان میگیم اول من اصلی راجب رنج داریوش رو بگم گزارش های خیلی خوبی فراهم شده اولا که دفتر یادداشتش رو تونستن لابد تو در اختیارشون گذاشته دفترچه یادداشت فرو رو رفتش یادداشت روزانش رو و این خوب خیلی موضوع مصاحبه منتشر کرد که البته گویا مصاحبه رو اگه شما نکنم ملی انجام داده بله. ده. البته بخش هایی از اون مصاحبه هست با آقای دارش فروهر در سالهای پیش و این گویا برای اولین باره که منتشر شده درسته بالای دستگاهی هم شده زارا این تو چون به هر حال پیداست که وقتی که مصاحبه شفایی یعنی تاریخ شفایی رو از فروهر میخواستی که بیان کنه انقدر بهداشتی نبوده بیانش اینا به حال ما هم میشناسیم اما به طور کلی این گزارش که علی ملیهی درست کرده من علی ملیهی در این حال سرگی بارسقیان به عنوان دو تا روزنانویس که به تاریخ علاقه مندند و خیلی علاقه مندشون میدن خیلی میپسندم شخصا ملیهی حالا امکانات اندیشه پویا هم به حال کمک کرده است و فرصت که وجود اومده خیلی این بخش رو خیلی خوب داره میکنه الان برای همین معلوم میشه خیلی به کار کردند جهات مختلف فروه رو دیدند هم به هر حال اشاره به اینکه 20 سال از مرگ و قتل او گذشته است و بقیه حالا شما یه چیز دیگری دیده بودید بگید تا من اون شامرورم رو کنم دو تا مصاحبه جالب داشت که یکیش مصاحبه ای بود که با گفتگو بود با حسام آشنا مشاور رئیس جمهور خب مصاحبه خیلی مفصلیه و واقعا میگم با این فونت به این ریزی نمیدونم ده صفحه از هشت صفحه از چقدر خوندنش یه ذره سخته ولی مصاحبه بسیار جالب بود حرفایی که آقای آشنا میزد جالب بود یه جایی میپرسه که مثلا آقای جهانگیری نوبخت نهاوندیان و واعزی در دولت مثلا جزء رفقای آقای روحانی هستن که اصولا هم خیلی دست بهشون نمیزنه به خصوص با توجه به عملکردهای انتقادای تندی که از عملکرد آقای نوبخت و واعزی میشه بعد آقای آشنا میگه که خب این که طبیعیه هر رئیس جمهوری در یک حلقه دوستانی داره ولی من اسمش رو حلقه شورای امنیت و حلقه مرکز تحقیقات استراتژی مجمع میذارم <applause> <applause> و جالب <applause> بود در شد اون وقت یه شاعر توده اشارش به... به احمد شاملوه که سالگرد تولدش بود و صفحات متعددی به این موضوع اختصاص داده و فقط هم اینطوری نیستش که مطالب بریده از سالهای قبل رو ورده باشه برای شاملو پیدا کردن مطالب بریده سالهای قبل کار آسونیه و معمولا موقع که نشریات میکنن حالا به کم بوده امکانات یا سادگیری اینطوری رو برو ولی نه اینجا هم مجله رفته چیزای جالبی پیدا کرده. کرده از آدم های خوبی هم جمع کرده و اینا همه آدم مسلطی هستن بذارید یه جاییش حتی به سوابق سیاسیش سیروس علی چیزی راجع به روزنامه نگاریش نوشته استاد بزرگوار آقای الهی یه چیزی راجع به روزنامه نگاری او نوشته ولی یه جاییش به نظرم کمی بعد کم لطفی کردندشون چرا که گفتند که از شاملو یک خطی یا پیروانی باقی نمود ما خودمون شاگرد شاملو بودیم و خط او رو ادامه دادیم او ما یاد داد به خصوص نسلی از ماها رو به ما یاد داد به گرافیک توجه کنند نسل یاد داد خطشون خوب باشه از این حرفا به حال اشتاد عدبیات محاصر خیلی وام داره آقای شامل بله هست. ایشون به خصوص در مورد روزنامه نگاریش میگم که مقال اصلی آقای علی نشاد داشته اونه که درست تمام این دوران گفته آقای الهی خب از جنبه دیگه نگاه کرد آقای الهی به دلیل دانشکده بیشتر روزنامه نگارهایی رو که از دانشکده بیرون اومده مورد توجهشون است میشه فهمیدم اینو ماهایی که از دیر بوته اومدیم خب از یه راه دیگه اومدیم از جمله شما الان این حرفو میذارید نسل ما دیگه بعد چی بگه آقای بنو. بریم مجله پاراگراف رو ببینیم هم بهروز هم غریب پرونده برای بهروز و غریب پر یادتونه که پاراگراف قبلا نشون دادیم گفتیم این رو این شماره 15 ام پاراگراف هر فصلی در میاد خیلی خوبم مرتب تو هر فصل خودش در اومده میبینید چاپ خیلی خوبی هم داره در هر شماره یک نفر رو قرار میده و به پنبه اون آدم رو به اصطلاح از مثبت چه بگیرید میزنه یعنی هم از زبان آدم های مختلف خواهش میکنه در اون آدم بنویسن کسایی که بچگی کسایی که همکارشون بودن شاگردشون بودن و اینا با هر کسی که انجام داده همه این کار رو کرده اینجا با آقای صادقی، عمرزا احمدی، اکبر عالمی، نصیریان قلامزا امیرخانی، دکتر سریر، خسرو سینایی، ایرج اراد همه چهرهای فریدون صدیقی همین چهرهای نام نامدارن و نامی علی میرزایی اینا همه بخش های مختلف او رو گفتن به نظرم تیتری که آقای میرزایی زده هنرمند مدیر آزادمنش خیلی تیتر خوبیه به خاطر اینکه آقای قریپور یکی از معدود هنرمندان است که هم تولید هنری داره هم فوق مدیریت خوب بلده یعنی فراموش نمی کنم که این انتخاب خوب آقای کرواسی در اون دوره آقای کرواسی آقای ملک مدنی هر که بودن در اون زمان شهرداری آقای کرواسی که وقتی که کشتاگاه تهران رو تبدیل کردند به فرنگسر بهمن در اونجا آقای غریپور مدیرش بود و از زمانی که می ساختن هم بود آقای غریپور تو این زمینه در زمینه ساختن و آقای غریپور بودن. یه دوره هم در کیش بودن یادم نمیاد در کشور ولی میدونم که در هر جایی که بوده است همونطور که آقای دکتر سریرم نوشته در هر جایی که بوده است در اون کار فقط در عروسکی نیست که دانشگاه تدریس میکنه و انجام میده مدیر موفقی بوده و این هم به درست آدم های مختلف گفته اند و این عکس هم که میبینین البته این عکسی که ملاحظه دارید میکنید جلا نشون تو دادم بهروز به روز به روایت کیانوش آخرین فرزند خانواده غریب پور هست و اینجا داریم میبینیم که آقای نامی میگه رفت به برای غیر ها مقصودش خانه هنرمندانه اینا همه یادگارهای آقای قریپور دیگه به یک نوعی هم همین مدیریت رو یادآور کرده هنرمندا هم همینطور به هر حال از آقای قریپور غیر از عروسکی هایی که کار کرده که این اواخر شاه کار کرد سر مولانا مولانا شمس غیر از اینها یک جاهایی به عنوان سازنده هم ازش آثاری باقی مانده است به قبل از اینکه بخوایم بریم کارتون آخر رو ببینیم لازم یادآوری بکنم که دو هفته گذشته ما در حال بررسی روزنامه هفته صبح بودیم اشاره کردیم به گزارشی به نام دو افشاگری و یک خاله بازی که در اونجا اسپوردیم از آقای افشین پرورش که به گفته خودشون سالهاست در مورد حق مؤلف و کپی رایت فعالیت میکنن ایشون گویا از صحبت هایی که شده ناراحت شدن پیغام فرستادن که در طی 6 سال فعالیتشون تمام اتهامهایی هایی که وارد کردن با سند و مدرک بوده که تمام مواردی هم که که تمام موارد توی دادگاه مطرح شده میگن که مسئولیت تمامی اتهامهایی هایی رو که تا به حال مطرح کردن میپذیرن و پاسخگوی هر شکایتی در دادگاه های داخل و خارج از ایران هست. داشته باشید که اصولا بحث ما بحث تو جزئیات اون مواردی که هفته صبح نوشته نبود بحث ما مخاطبش روزنامه بود و در حقیقت توجهی بود به روزنامه و اتفاقاً اصلا تاکیدم روی مطلب آقای پرورش نبود چون آقای پرورش هم تو که توضیح میده خب به حال مدت این موضوع رو دنبال میکنه آگاهتر از من هست به موضوع قضاوتی ندارم در مورد این قضیه البته توجه داشته باشین که در اونجا من درستتر این بودش که بگم اتهام مثل الان که گفتم کلمه تهمت که اومد تهمت در زبان فارسی رایج بار منفی داره و بهتر بود نمیم خب بریم کارتون رو آخر رو ببینیم از احسان گنجی زمان رو داره میگه دیگه زمان طی میشه انبوه دانشجو اونجا هستند ولی فقط یکیشون احیانا خیلی کند این اتفاق میفته چیزی که سالهاس همیشه میگن دیگه خیلی تعداد زیادی همینطوری وارد دانشگاه های ایران میشن ولی خب خروجی چطوری باشه با چه کیفیتی باشه اینا یه ذره خب تنز آخرتون تنز آخر میتصم نرسیم فقط همینقدر بگم که شهاب نبوی توی روزنامه شهروند در صفحه شهروند نوشته بود که گفته میشه قرار قیمت اتومبیل وقتی میگم اتومبیل منظورم بنز و پورشه و اینا نیستا خودتون میدونید در ساعت میگن به قیمت کف بازار تعیین بشه یعنی دلالهای عزیز قرار به طور رسمی وارد گود بشن در همین رابطه سلطان تولیدات داخلی دیروز اعلام کرد میدونستم آخرش برمیگردید پیش خودم و از خودم میخواهید که براتون تعیین تکیف کنم مرغ و گوشت و بعد هم چیزای دیگه هم همینطور شده ما دیگه وجدانن از بعضی خودروهای داخلی که کمتر نیستیم اونا گفتن ما رو گوش گفتن چطور اونا خودشون تکلیف کردن ما نگیریم به این ترتیب قرار شدهش که همه اینا خودشون بیان قیمت بذارن و امنیت بیشتری برایشون برقرار شد نکته گویی میکنه به گرونی بله ممنون آقای بهنود و مثل همیشه ممنون از شما تمام راهی تماس ما برای شما بازه نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه های بی بی سی فارسی رو حتما برامون بنویسید راهی تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون میبینید نظراتتون رو با هشتک دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس BBC شما بفرستید با همین هشتگ به توییتر، فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید پیغام بدید از خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده شب روزتون خوش